گذشته و حالی آمد 120 نفر زمانی که تلفات داد جریانی که به شورای امنیت ملل متحد اطلاع کشید اوجه کشان ما هر روزه تاوان میکنم ملت افغانستان 34 ولایت هست در 34 روز 10 نفر کشته میشه این به چه اندازه میشه یک روز نشد یک مسئول دولتی سیاسی افغانستان در ملل متحد در شورای امنیت قضایای افغانستان رو بکشنه گویا مداخله کشور پاکستان در افغانستان مستند است ثابت است دیده شده پرویز مشرف هم خودش اقرار میکنه ما چرا این جرأت نداریم از خاطر از این نداریم که حکومت دست نشانده در افغانستان ریکار است از گذشته مجاهدین گرفته تا حال کل دستبوز پاکستان هستیم ما بتانیم بهترین را هم در ما بر ما کتاب های گذشته روابط ملل بر ما رهنمودی داده به خاطر از اینکه ما این رو در کشتار ملت هستیم ملت کشتاری هست این کشتار ملی است. ما در کشتار ملی باید جنگ رجحان بتیم به خاطر از اینکه در جنگ ما یک مرتبه کشته میتیم این کشتی را که این روز پاکستان از ما کشته میسازه این شما ببینیم در گذشته ها کسایی که به حساب آنهایی که اگر معلومات یا در امور نظامی تجربه کامل داشتن اینا هم افراد متنفذن بودن اینا را اول آنستانسته از بین مردم در قتل های زنجیری بودن آل افراد دانشمند سیاسی تا از بین میبره دانه نویسنده های تا از بین میبره ملت یا جامعه افغانی را فقط اونمو چیزی که پشاور هم میخواست اونمو چیز در افغانستان تا دریای آمور خواستار هستن امید ما به این میره که ملت ما افغانهایی که هستن همین ملتگرایی رو در بین یک دیگر خود توسعه بتین از هر جایی که صدایتان به ملتگرایی برسه به اوج جاگزین شده میتونه در غیر از او که من اگر استاد شم چهره ما را که دید میگه که دان و واحد پاکستان تاپه میزنه نیه از فلانی قوم هست یه از فلانی برای از اینکه ذهنیت در اونجا باز نشده امیدوار هستم ملت ما جز دقای ملتگرایی را بیافیم و اردوسازی را در این دو چیز اگر میتونیم و حال هم سر وقت از ما با پاکستان جنگ رجحان بتیم از این کشتار ملی نجات میافیم در غیر از او به هر وسیله که باشه به هر نام باشه سوا نامه های دیگه نه چرا روحانیت هم اگر کمی تفسره بکنم وقت اجازه تان باشه بفرمان. روحانیت در طول تاریخ در افغانستان نیک برکه از گذشته از افغانستان که عراق بگیریم که از عراق سرایت کرد به افغانستان که از او جمله آقای گیلانی خیلی شان است اینا شما ببینین اینا در خدمت اینا استعمار بوده استعمار همیشه به وسیله نمی روحانیون در کشورهای سنتی تان این کشورهای مذهبی توانستن جای بسیار بازی را بگیرن و همی روحانیون هستن که امروز تا دیروز همه در خدمت فقط انگلیس در منطقه همه زیر تحت کنترل خود داره و ما میتونم به این نامهای دیگر هم داره مال باز دایش میگیم بعد از فردا ببینیم حزب تحریر تولد میشه بعد از حزب تحریر سپاه صحابی دیگه به اینجا برای ما میره ما جز ملتگرایی و اردو سازی را بخواهیم خوب و یک موضوع دیگه هم در مقابل پاکستان جز جنگ اگر رجحان دادی از این حالت ملت کشتن از این کشتار میدید بس میافیم و در غیر از این کشتار را باید آخر قبول کرده بتاریم تشکر جناب محترم زنده باشیم تشکر تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید مسکنی هست سلام احترام و زود شما تقدیم زنده باشه سم من خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم بفرمایی سم میخواستم در این قسمت دارایی آقای احمد سیدی یک تبصره داشتم بفرمایی سم خود دیده باشین در سایت بی بی سی بله آیدات دکتر سبغنی ادعا میکنه که از سال 2000 پنج تا 2007 تا 2011 بعث مدیر بنیاد دولت کار در امریکا کار میکرده و ماهانه از $10,000 معاش داشته من فکر میکنم این یکی از این لافای است که دکتر سبنیشه میزنه و اگر از 10,000 ماهانه داشته یعنی در حقیقت 216,000 سالانه و شما میدانین که معاش رئیس جمهور امریکا $15,000 است متوجه کتلا دارم یعنی اندازه هست یعنی درست است اگر این خارج از دولت خارج از حکومت کار میکرد امکان داره معاش رزید زیادتر هم میبود یعنی جای شک و شبه نیست لیکن در حکومت امریکا بله در بانک جهانی بله از فدرال این معاش ها موجود نیست و فکر میکنم یکی از امون لافای است که دکتر سبغنی گفت مثل که نام خانم خود از بهترین نام رولا و نام بیبی گل تبدیل کردیده هم از اون یکی از ساخته کاریایش خود را میکاره کردن و نمیفهم که چرا ایره در افغانستان
چی نمیشه، پیدا نمیشه و این دروغ از این گفته نمیشه. این خود بسیار کار آسان است. این هر کس به شما معلوم است در امریکا باید تست بده و تست هر کس و کافی از او هست و این هر کس داشته باشه و بفاسه که واقعا در این سال 2017 چقدر معاش داشته و خصوصا او که در این سال هایی خود در افغانستان هم بود، همیشه بود و این رول داشت. این چطور که این کار یعنی آنلاین کار میکرد یا چطور؟ خب برحال همه قدر حضور شما میخواستم عرض بکنم. تشکر از اینکه به ما وقت دادید. زنده باشیم. خب مسئله ثبت دارایی رهبرا و وزرای کابینه کرزی یا اشرف غنی، ما فکر نکنم این کدام یک حرکت بسیار معقول و یک حرکت بسیار مورد توجه باشه، به خاطر مثل عزیز که در امریکا میلیونرها، یعنی کسایی که بیشترین عایده دارن، نه کمترین تکس میتن، یا کسایی که کار کش میکنن، کار نقده میکنن، اونا راپورای درست خود نمیتن. من خودم شخصا خدمتتون عرض میکنم که اینا راپورا کل از جز کذب و دروغ و ریا هیچ چیزی بوده نمیتونه. کی کنم عقل سلیم باور میکنه که فرض کنین یک آدمی که برای 4 سال یا 5 سال رئیس کمیسیون انتقال بوده، یا یک آدمی که سالها در بانک جهانی کار کرده، یک آدمی که در وزارت دفاع آمریکا کار کرده، یک آدمی که با صدها گفته نمیتونه، با دعوا جریب زمین مثلا داشته، یک آدمی که یا شخصی که در طول 35 سال یا 36 سال گذشته راه های مختلف داشته که پول به دست آورده، حتی در کتاب هایی که در خارج از امریکا نوشته شده در او آمده که ما قدر پول به ای دادیم، قدر پول به ای دادیم، قدر به پول. آره که شما که با هم گفتیم مردم جمع تفریح کنیم، میبینین که شاید چندین صفر فرار کرده و چندین صفر دیگه هم گفتیم مردم در حال فرار است. از این خاطر این چیزها رو شما جدی نگیرین. مطبوعات افغانی، یک مخصوصا مطبوعاتی که مثل روزنامه و جراید و تلویزیون وطنی یا تلویزیون دولتی یا رادیو دولتی، اینا کی باور میکنه که یک آدم خودش یک فرمار خانه پوری کنه؟ و پیشتر براتون گفتم در امریکا میلیونرها کمترین تکس میتن و بیچاره طبقه متوسط، اونا کمترین بیشترین تکس کی میتن؟ طبقه متوسط یا طبقه که بیچاره زحمت کشیده، کار کرده، تحصیل کرده. در افغانستان به مشکل است. کی اخن از اینا را میگیره که برادر تو در فران مملکت؟ من نمیخوایم در مورد زیاد صحبت کنم، برای اینکه من معلومات بسیار زیاد در مورد رهبرای افغانستان یا شخصیت‌های ملی، نمیگم شخصیت‌های مطرح افغانستان، معلومات بسیار کافی دارم که کی چقدر در کدام بانک داره. برای اینکه والا شما $200 هم یا $300 هم در یک بانک داشته باشین، حالا IRS آمریکا از حسابای کلگی باخبر است و همه شاید بین خود که بشینن بخندن، بگن این مردم سکن شما که سالها غارت و چپاول کردن و حالا میگن که ما اینقدر پول داریم. بر صورت بریم به سراغ تلفن دیگه. تلویزیون آریانا افغانستان. سلام علیکم. سلام علیکم جان. سلام علیکم صاحب. صد شما خوب هستید؟ سلام علیکم. صد شما خوب هستید؟ مهربان هستید. معذرت میخوام، من بیت اسم از آلمان شما رو زدم. بفرمایید امی جان، خواهش میکنم. با تایید گفتار شما در مورد پاکستان نمیخواستم یک دو کلمه حرف بزنم. خواهش میکنم بفرمایید. زمانی که الحضرت شاه زایشا قدرت میگیره در جوانی خود، یک دو کاکا داره. در اون دوران لوی جرگه دایر میشه. در لوی جرگه در مورد پاکستان سر همیشه که پاکستان های برسمت میشناسین یا نه؟ حتی دو کاکاش زایشاک شما بود خان باشه و دیگهش باشه رد کردن، پاکستان برسمت نشناختن. این ادامه پیدا کرد، ما شازافه داشتیم در پاکستان و پاکستان شازافه داشت در پاکستان، بسید سفارت ما نداشتیم. زمان شاه، زمان داود خان، زمانای دیگهش و ترکی و امین و کارول و نجیب. در زمانی که مجددی صاحب خواهد میایه، این میایه سفارتش ایجاد میکنن در افغانستان و آل فعلا تبلیغات همیشه بسوی بزرگ، بسیار بزرگ در مورد پاکستان، حتی تلویزیونی که در امریکاست به نفع پاکستان همیشه تبلیغ میکنن. ولی زمانای شاه و داود خان در رادیو میگفتن که تبلیغ به نفع پاکستان هیچ وقت نباشه و زمان خلقشو و پرچمی ها نه عکس نشان میدادن نه تبلیغ میکردن به نفع پاکستان یاد میکردن. حال همیشه در تلویزیون همیشه میبینی که اکسای پاکستان نشان میده، لوی دریسیش میان نشان میده و دیگیش میان نشان میده. من نمیفهم چرا این دولت های خائن است یا افغان های خائن است که نمیفهمن تاریخ خودن. این کشور را به رسمیت میشناسن، به باو جور کردن برای ما
و یک تلویزیون دیگه که در امریکا بخی مطلقی همیشه تبلیغ میکنه، مطلق اسرائیل پاکستان است، تلویزیون رسمی تبلیغ میکنه به نفع پاکستان که پاکستان با قدرت است، اقام داره، فلان داره، بسمدان داره. شریفانه آقای مسکینیا که 18-20 نفر افغان حرکت کنه همیشه در سرداد که رفته پاکستانی ها قطعاتش گم شده گریخته، این اک از افغان ها میترسه. این دولت بر قدرت است، یک دولت عجیب است، قانون اسلام در اونجا نیست، یک قانون انگریزی در اونجا ایجاد داره. صدر اعظمش بسم الله الرحمن الرحیم کلمه خود از گفتن میتونه به نام دولت اسلامی جورش کنه و یک تعداد افغان های خائن ما از او دفاع میکنه به نام پاکستان و به نام کشور اسلامی طرفش میره. ما میتوارستیم که افغان های ما سیاست یاد بگیرن، سیاست بیاموزن، ایجا بر قدرت نسازن، همیشه در تلویزیون شان نکند که لوی دلسیش آمد، لوی دلسیش اصلا غلط است در افغانستان ده و سریع اگر جمهور با اون ملاقات کنه و تلویزیون همیشه حقص های اسلام و باستن شان بتا. این تبلیغات ما از خود شما خواهش میکنم آقای مسکینی ها دیگه تلویزیون اگر خواهین است شما نکنین، هیچ وقت در تلویزیونتان نشان نتین پاکستانه. عکسایش رهبرایش که در افغانستان مه یک کلمه عادی داخل همیشه اخبار پاکستان داخل اخبار بود، هم زمان شاه، هم زمان داوود خان، هم زمان بعدی همیشه اخبار پاکستان داخل بود. یاد میتونی یک جیراخور کشور سعودی تیر کنه نمیره. ما میتوار است ما های مسکینی ها به عرفای شما در مورد پاکستان بسیار خوب عرفا زدین، امی قابل تایید تانو میتوار استم که باشه. تشکر بسیار، زنده باشین، زنده باشین. بینینده ارجمان، من نهایت برای معلومات مزیدتان، البته شاید شما معلومات کافی داشته باشین، خدمتتان عرض کنم که درست است در برای چندین سال حکومت یا رژیم شاهی افغانستان از برسمیت شناختن حکومت پاکستان پس از اینکه پاکستان از هند جدا شد اینا ابا ورزیدن یا خودداری کردن، اما بعدا در وقت حکومت شهید سردار محمد داوود خان، حتی در فکر میکنم نیمه دوم حکومت سپهسالار شاه محمود خان، روابط سیاسی افغانستان و پاکستان در سطح سفرا برقرار شد. یعنی که ما تا پایان حکومت دکتر نجیب بیش از 40 سال یا بیش از 30 سال یا بیش از 30 سال ما رابط دیپلماسی در سطح سفرا با پاکستان داشتیم، یعنی نبوده که همیشه در سطح کنسولگری بوده. اما ما بر شما کاملا معمولیتان هم نواستم هم نظر استم که هیچ وقت در ملل متحد یا در یونایتد نیشن نماینده افغانستان از مذاکره و از رویارویی هیچ وقت رویارویی با نماینده پاکستان نشدن و هیچ وقت با اینا کدام مذاکره و ملاقات انجام ندادن و از برسمیت شناختن پاکستان برای سالهای متمادی رژیم شاهی افغانستان خودداری ورزیده است. یک تلفنی دیگرم به جزیتان میگیرم. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. آقای مسکینیار سلام. زنده باشین سه، من خدمت شما سلام احترام تقدیم میکنم، بفرمایید. عرفان رازی استم. رازی سه، سلام علیکم، خوب هستین؟ زنده باشین. تشریف شما را زمت میتونم. بله، میربان هستیم. نخست تشریف آوری شما را از افغانستان خیر مقدم میگم. زنده باشین. که با صحت میبینیم شما را. میربان هستین، میربان هستیم. من یک سوال عجیب داشتم. بفرمایید. من میبینم از اشرف غنی صاحب گرفته تا همی کسایی که در میزای مدور طلوع و تلویزیون یک و سایر تلویزیون ها صحبت میکنن، اینا همه میاین در جریان صحبت های خود یک تسبیح به دستشان است و همه تا دست خودم بلند میگیرن تسبیح گردانن. آیا اینا به اسلام عقیده دارن یا صرف یک نمایش سیاسی و جلب توجه مردم است؟ تنها سوال معنی بود. زنده باشین، تشکر. و آدم خو عقیده کسی نمیخوانه یا ضمیر وجدان کسی نمیخوانه، خود چون رئیس جمهور یک تسبیح دو متر در دست دارن بنان هر کس کوشش میکنه که عین کار اونها رو انجام بدن. و چیز جالب را که من خدمت شما عرض کنم ایست که همین افراد و اشخاصی که بعیس مبصر و منقد و یا منتقد و سیاستمدار و آگاه سیاسی و آگاه نظامی در تلویزیون ها ظاهر میشن یا در میدیا ظاهر میشن، اکثرشان کرشانی، اینا چای سوب همراه آقای کرزی میخورن، نان چاشت همراه آقای عبدالله میخورن و نان چاو هم همراه آقای اشرف غنی. یعنی ما این تو شخصیت ها در افغانستان داریم، این دروغ نمیگم براتون، شما باور کنین. اینایی که میان صحبت میکنن باز در
مقابل اشرف غنی اینا بندازی بیچاره هستند، بندازی عاجز هستند که سرشان خم و اتو ادای احترام میکنند فقط که یک نوکر در برابر بادار خود استاده باشه. ما این از نزدیک دیدیم اکثرشان، ما حکم نمیکنم که کلشان، اکثرشان به میشکل است. و از جانبه و جانبه یک مسئله را فقط خدمت شما عرض میکنم، شاید عقل ما، عقل نارسای ما نتانسته این مسئله را درست درک کنه، اما یک واقعیت ما در مسافرت های خود یاد، من برای اینکه حالا بیشتر وقت در افغانستان هستم، در جریان سکونت در افغانستان یا در جریان ای که ما در افغانستان بودیم و زندگی کردیم و زندگی خواد کردم، یک واقعیت دیدیم که اینمی حکومت مبتذل و بی‌بنیاد وحدت ملی هرچی که هست، اینمی امروز تانسته امی شیرازی اصلی این ملت گفتی مردم رقم بزنه. اگر خدای نخواسته اینمی حکومت وحدت ملی که به نام حکومت نامتجانس وحدت ملی یاد میشه، من خودم نامتجانس میگم، اگه ای از هم بپاشه و در افغانستان خدای نخواسته یک انقلاب قومی صورت بگیره، در اون صورت من فکر نکنم که دیگه شما کشور به نام افغانستان خواهید داشت. من خودم منتقد سرسخت همی دولت هستم. من نمیخوام که کتمان کنم یا بگویم که نه، من اشرف غنی را باهاش ملاقات کردیم، ما دوبار سه بار با دکتر عبدالرحمن ملاقات کردیم، با مشاورین به اصطلاح ارشد رئیس جمهور ملاقات کردیم، با اکثر وزاران ملاقات کردیم. همی چیزی را که من در برابر شما میگم، همی چیز بر خودشان هم گفتیم و هر برداشتی که از افغانستان داشتیم برشان گفتیم. ای که مثل آقای سعیدی که میگه من خود میگم اگر اثر کنه یا نکنه، ای که اثر میکنه یا نمیکنه این مسئله جداگانه است، اما این نیست که ما بگویم که ما با اینا قهر هستم، ما با اینا مناسبات ندارم. ما با اینا مناسبات دارم، همین چیزی که در برابر تلویزیون میگم. یعنی شما خودتون فکر کنید که من مقدار جرأت شامت دارم که واقعیت‌ها رو در برابر تلویزیون میگم، اما عین چیزی که صدای ما رو میشنوند خودشان، هر روز میشنوند، ما عین واقعیت‌ها رو در برابر خودشان برای خودشان هم گفتیم و به ما بسیار احترام هم دارن. من از نظر شخصی بهشان احترام دارم، اما ای که نمیتونن یک کار بکنن، نمیتونن افغانستان از این بدبختی نجات بدن، اگه ما ایوازشان باشم، اما که میگه آدم سنگ که زور آدم نرسه یا توانایی برداشت نداشته باشه او رو میبوسه و میگذاره، یگانه کاری که اینا کرده میتونن اینمی کار است. اما این هم از خود یک پروسه چند مرحله است. شما نمیتونین اشرف غنی رو بگین یا دکتر عبدالله رو بگین که امیر رضا تو استعفا کن حکومت اعلام بده، برازی که نشه که خدای نخواسته در افغانستان یک اختشاش قومی صورت بگیره. در اختشاش قومی بازو وقت دیگه نه ازاری وجود خواهد داشت، نه تاجک وجود خواهد داشت، نه پنشیری وجود خواهد داشت و نه ازبک وجود خواهد داشت. افغانستان طوره که بینیدیم و پیشتر گفتن آقای اختری، در افغانستان چیزی به نام ملت وجود نداره، فقط اشخاص و افراد هستند که ابراز نظر میکنن. امروز خطر بسیار بزرگ در افغانستان همی ستمی ها هستند. اینا واقعا خطر است بر افغانستان. از جانب افغان ملتی ها هم کم از ستمی ها نیستند. ما شما زمینه را مساعد نسازیم برای اینکه آنچه که به نام حکومت وحدت ملی ما یا نامتجانس است یا حکومت متزلزل است یا حکومت بسیار ناکام است، من در کل چیزها همتون موافق هستم، اما اگه ای از بین بره شما باور کنین که افغانستان همون که گفتن دریای خون میگیره، دریای خون میگیره، افغانستان در حال انفجار قرار داره. ما باید یک پروسه چندین مرحله ای رو شروع کنیم برای اینکه تا یک سال دیگه، تا یک و نیم سال دیگه این حکومت که توانایی اداره افغانستان نداره، توانایی استقرار امنیت نداره، توانایی ساختن یک پالیسی اقتصادی نداره و هیچ کار نمیتونه در راه بهبود زندگی مردم افغانستان انجام بده، ای باید جای خود به حکومت دیگه بده، خواه حکومت موقت، خواه انتخابات مجدد، انتخابات و حکومت موقت بدون کرزی، بدون اشرف غنی، بدون جهادی ها، بدون ستمی ها، بدون افغان ملتی ها، حکومت سوچه پاک که توسط افغان پاک که خون پاک در وجودش جریان داره ساخته شده. این همی یکانه راه بیرون رفت از مشکل افغانستان است. ما این مشکل خوده، ما این راه خوده، این میکانیزم خوده باید در مشوره با
دوستان امریکایی و خارجی انجام بتیم. سرما خواهش میکنم که سرما انتقاد نکنین که تو بازم به سراغ امریکا میری. اگر ما به سراغ امریکا، به سراغ این قدرتای که امروز افغانستان به این حال و روز انداختن، اگر ما به سراغ اینها نریم که اینا پس اصلاح کنن، مگر سر افغان ما تو حساب میشه که ما تو دست به دست هم بتیم که تو ازبک هستی و ما پشتون هستم و تو پنجشیری هستی و تو یا تاجک هستی ما پشتون هستم یا برعکسش، بیا برادر وطن بسازیم. دیگه این احساس در افغانستان وجود نداره. در افغانستان ملت به نام ملت افغانستان وجود نداره. ملت از هم پاشیده، ملت نامتحد. معذرت میخوایم، اکثر مردم دروغگوی، خدا را گواه میدانم، شاید میدانم که در افغانستان کمتر کس است که راست بگویه. به خدا که دروغ بگویم براتان، از یک حمال روی سرک گرفته تا رئیس جمهور همه دروغ میگن، همه فریب میتن، همه ریاست، همه بچش مردم خاک میپاشن. این واقعیت هایی است که براتان میگم. من نمیخوایم جانبداری کنم، اما هستن شخصیت هایی که ما بعض افراد و اشخاص نادیده یک آدم توهین میکنیم. نه خیر، مسئله توهین نیست. فلان چون کاکای رئیس جمهور چرا در افغانستان آمده؟ شما بندازی آقای کاکای رئیس جمهور، می آقای کوچی رو میگم، شما بندازی از این یک آدم صادق، یک آدم دانشمند، یک آدم فهمیده در افغانستان دارین؟ یک آدم که یک عمری تحصیل کرد، یک عمری آدم تجربه داره، زندان گذشتان، 4-5 زبان خارجی رو میفهمه، او آدم کدام وزارت نگرفته، او آدم سفارت امریکا رو یا سفارت روسیه رو نگرفته مثل زمان کرزی. خب یک آدم است ای که از بد روزگار یا از خوب روزگار به عوض که خودش رئیس جمهور شده، برادرزادش رئیس جمهور شده و برادرزادی خود مشوره میته و برادرزادش هم مشورهش قبول نمیکنه، ای به این نمیانه که ما شخصیت کشی کنیم. ای ترور شخصیت است. ایتو نیست که هرکس که در افغانستان است خراب است، هرکس که افغانستان رفت دوز است، هرکس که در افغانستان رفت رهزن است. ایتو نیست. رهزنها جای خود داره، دزدها جای خود داره. شما دمی دستگاه دولت افغانستان، ما علم غیب ندارم بگویم همه رشوت خور است، همه اختلاس میکنن، همه اکثرشان اختلاس میکنن، اکثرشان دوز هستن، اکثرشان قارتگر هستن، اما با یک قمچین همه رو من نمیخوایم بکوبم که همه میکار میکنن. شاید بینشان افراد و اشخاص خوبم باشن، اکثرا به شمول شورای افغانستان که متشکل از مجلس نماینده ها یا ولسی جرگه و مشران جرگه افغانستانه. این کار درست نیست، شخصیت کشی درست نیست. اما او کسایی که اسناد، شواهد، مدارک، مطبوعات، رسانه ها اینا اونا رو افشا میکنن و در موردشان صحبت میکنن، این خود طوری که من در آغاز برنامه گفتم، این حق مسلم ماست. این هیچ کس هم یک از ما گرفته نمیتونه، صرف نظر از علایقی که بارکس داریم. ما باید واقعیت ها رو به مردم بگوییم، اما باید سند و مدرک باشه. بدون سند و مدرک کار درست نیست. خب بیننده ارجمند، فکر میکنم وقت ما نه تنها زیادتر، یعنی بیش از حد معمول رفته، 5 دقیقه دیگه هم فکر میکنم بیشتر رفتیم تا جایی که من ساعت هم میبینم. بر صورت بیننده ارجمند، من فردا بازم در حضور شما خواهم بود در نگاه دیگر، در یک روز دیگر و با مطالب دیگر. همه شما را به خدا میسپارم. روز و روزگارتان خوش.